با سلام خدمت شما و با درود و زنده یاد شهدای راه آزادی در زندان ها و شهدای راه استقلال در دفاع از مرزهای وطن که جدا از هر نوع صف‌بندی سیاسی به نظر من به لحاظ اخلاقی و وجودی ارزش‌های مشترکی دارند. ما داخل کشور که بودیم سالیانه در موعدها و مراسم‌های خاصی دعوت می‌شدیم، مثلا سالگردهای 16 آذر، 29 خرداد سالگرد دکتر شریعتی، مراسم‌های مرحوم بازرگان طالقانی، گهگاه 14 اسفند دکتر مصدق و بعضی از مراسم‌های مذهبی مثل شب‌های احیا، تاسو عاشورا و نظایرون. اینو تقریبا تو دوستانی که به هر حال این برانور برای سخنرانی میرن در دانشگاه ها، در محافل عمومی خصوصی، تو تقویمشون هست، دعوت های مختلفی که در این سالگرد ها ازشون صورت میگیره. خارج از کشور با یک موسم جدیدی هم مواجه شدیم و اون سالگرد اعدام های تابستان 67 است. شاید این سالگرد برای بچه‌هایی که زندان بودند یا خودشون در همون دوران داخل همین فاجعه بودند یه نوع احساس شخصی، یک خاطره تلخ فردی دارند، اما این دعوت‌ها و این سالگردها نشون میده که این بخشی از حافظه جمعی ایرانیان هم هست و به گمان من اگر روزی شرایط سیاسی داخل ایران متحول بشه این موسم هم اضافه خواهد شد بر تقویم مراسم های سالیانه ای که به هر حال در محافل سیاسی، فرهنگی، مذهبی، روشنفکری بهش پرداخته خواهد شد. من با توجه به این تجربه جدیدم در این سال فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. اما در این صحبت من میخوام دو تا نکته کلی رو مطرح بکنم. یه نکته این که آیا این اعدام ها عکس العمل عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق بود، و نکته دوم این که ما با این پدیده چگونه باید برخورد بکنیم. من مدتی پیش هم این رو مطرح کردم که اعدام های 67 به نظر من از ماها پیش و شاید یک سال پیش از اتفاق تصمیم گیری و آماده سازی شده بود و برنامه ریزی شده بود براش. در رابطه با اعدام ها بچه هایی که تو زندان بودن خوب حامل تجارب مختلفی هستن، هر کدوم تجربه شخصی خودشون رو میگن، در زندان های متفاوتی بودن، در بند های مختلفی بودن. بسیار طبیعی است که من هم حامل تجربه خودم هستم و پازلی رو که خودم شاهدش بودم کنار هم میذارن. ما در سالن 6 زندان اوین بودیم، سالن 6 اون موقع میگفتن آموزشگاه. درست شب 22 بهمن سال 66، یعنی 7 ماه قبل از این رخداد، ناگهان با حمله ای که مامورین و نگهبان ها کردند سالن دربسته شد. یعنی یک سالن عمومی که یه سالنی بود، خب دو طرفش اتاقهایی بود، 15-16 تا اتاق بود، در اتاقا رو بستن، حالا همه رو ریختن تای سالن، یعنی نفر به نفر افراد رو میگشتن، ساکاشون و بدنشون رو و میریختن تو اتاق اول سالن، همینطور دوباره افراد رو چیدند. این رفتارها خب بی سابقه نبود، مخصوصا در اون دوره از مدیریت اوین که یک روحانی جوانی به اسم آقای مرتضوی که البته متفاوته با این سعید مرتضوی رئیس زندان بود، و این عمل نوعی معمولا قدرت نمایی بود و سالن درباز رو دربسته کردن علامت نوعی اعمال خشونت، اعمال قدرت محسوب می شود. چند ماهی این وضعیت بود، سختگیری ها ادامه داشت تا یکی از روزهای اردیبهشت سال بعدش، یعنی سال 67، سالن رو درباز کردن. ناگهان همه چی تغییر کرد. من بعدها یکی از نقطشین هایی که کنار هم میذاشتم و اینها رو یک سناریو و یک برنامه میدیدم همین اتفاق بود.
گفتم سناریو بذارید همینجا این رو بگم که خب من روش تحلیلم روش تحلیل تجسمیه، به تعبیر آلمانی ها یا تحلیل وبری یه نوع از درون بینی همزاد پندارانه و از درون نگری به وقایع هست. ما تصور کنیم دو تا سناریو، یه سناریو این که خب زندان داره وضعیت عادی و طبیعیش رو پیش میره، مجاهدین خلق عملی انجام میدن، عملیاتی انجام میدن و عکس العملش زندانبان و پلیس و قدرت قاهره جمهوری اسلامی میاد و زندانها رو تصویر میکنه یا زندانها رو اعدام میکنه. این یه سناریوه که برخی معتقدن به این شکل بود. سناریوی دیگه سناریویی است که من داشتم میشیدم. سناریو اول بی سابقه نبود. در دهه 60 خب هر موقع بیرون مجاهدین عملیاتی انجام میدادن در زندانها عکس العملی دیده میشده. فرض کنید ماجرای هفته تیر، انفجار دفتر ریاست جمهوری، ترورهای برخی ائمه جمعه یا ترورهای افراد مختلف در سطوح مختلف، به حال رفتار این گونه بوده که زندانبان یا پلیس یا قوه قضاییه یا نیرو امنیتی می اومد و خشونت به خرج میداد و به حال در اون دوره هر ناظر سیاسی هم بیاد داره که یه دو افراد زیر حکم رو اعدام میکردن، زیر حکم اعدام رو، یا افرادی رو حکمای سنگین میدادن. به هر حال عکس العمل عصبی نشون داده میشد و عکس العملی بود مبنی بر این که وقتی شما از ما کشتید ما از شما میکشیم، فشار رو رو هوادارانتون زیاد میکنیم. این دیالوگ خشونت متقابل رو من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که اساسا این چرخه خشونت بعد از انقلاب از کجا آغاز شد. بگم اون من متهم درجه یک مسئولین حکومت هستن و متهم درجه دو گروه هایی که دست به اسلحه بردن یا این بازی رو خشن کردن. و اونها هم خود مدعی هستن که این خشونت عکس العمل بسته شدن راه فضای فعالیت سیاسی آزادانه و دموکراتیک و پارلمانی به یک معنا برای گروه های سیاسی و برای اون گروه ها بوده. من وارد این دعوای سیاسی نمیخوام بشم، اما در این حال این سناریو سناریو نسبتا آشنایی است، یعنی ترور در بیرون، فشار، هجوم و به کار بردن تندی و خشونت در داخل که تش به اعدام میکشه و این در روزنامه‌ها در جاهای مختلف هم نمایش داده میشه برای اینکه هم فضای ارعاب ایجاد بکنه. اگر اون عملیات به هر حال پایه حکومت رو ضعیف نشون داده، این خشونت نشون بده حکومت قدرتمند هست، کسی انگیزه نگیره از اون عملیات، و یا برای اینکه تسکینی باشه بر قربانیان اون خشونت که توسط گروه‌ها قربانی شدن و حتی گاه به اعدام در ملأ عام منجر میشد که به هر حال مجازاتی باشه و خانواده‌ای که قبلا قربانی خشونت اون گروه سیاسی شده ببینه اون کسی که مثلا پدرش رو یا فرزندش رو ترور کرده حالا بالای چوبه دار هست. خبراش پخش میشد، نمایش داده میشد، حتی اغراق میشد برای اینکه این به اصطلاح مجازات به صورت علنی فریاد زده بشه. این یه سناریوی آشنایی است. اما آیا سناریوی اعدام‌های 67 هم به همین شکل بود؟ بگم آن من نه. این سناریو دورخیز داشت قبل از ماها، قبل از اینکه عملیات فروغ شروع بشه. 22 بهمن 67 ما رو در وسته کردن، اردیبهشت 66، اردیبهشت ماه 67 در باز شدیم. فضا ناگهان تغییر کرد، رفتارهای نگهبانها و مسئولین زندان کاملا محترمانه شد. قبل از اون ماها و سالها تناب کشی بود بین زندانی و زندانبان برای اینکه مسئولین بند، مسئول صنفی و بهداشت و نمیدونم و چیزهای مختلف بند انتخابی باشه، اومدن گفتن شما هر مسئولی رو خودتون انتخاب بکنید، مسئول توزیع غذا، مسئول بهداری و و و. بعد یه مدت اومدن گفتن که شما لیست بدین کتاب‌ها و روزنامه‌هایی رو که بیرون در میاد و مجاز هست ما برای شما بیاریم. مثلا فضا به گونه دیگری شد. لیستایی گرفتن و البته هیچگاه اون کتاب ها و روزنامه ها و نشریات به دست زندانی ها نرسید. اما این یه نوع فضایی رو منتقل میکرد به داخل زندان که گویی زندانبان تغییر رویه داده، شاید مثلا حکومت تغییر رویه داده، شاید در نقطه ضعف هست، نه نقطه اقتداری که ناگهان میریزن کل بند رو در بسته میکنن. اواخر تیر ماه در نزدیکی پذیرش قطعنامه همون روزا زندانی ها رو ما رو منتقل کردن به 325، اون موقع که حالا 350 میگن، دو پایین 325 به سرا چهار تا سالن بود، سالن دوش طبقه پایین ما بودیم. به هر حال رادیو قطع شد، تلویزیون قطع شد، فضا ولی آروم بود، رفتار زندانبان آروم بود. از 5 مرداد شروع کردن آمدن، پا
پاسدارها و نگهبانها خیلی ملایم، بدون هیچ خشونتی، بدون عکس العملی و بدون به کار بردن کلمات تندی هوادارهای سازمان بیان. خب قبلا من در سالهای قبلش بارها و بارها دیده بودم که هواداران مجاهدین بایستی وقتی میپرسیدن اتهام باید میگفت منافقین، تندترین و سرموزیترین افراد میگفتن سازمان، حتی سازمان پسوندی هم مجاهدین خلق هم گفته نمیشد، ولی همون گفتن سازمان سرموزه تلقی میشد و گاهی خود با تنبیه و فشار مواجه بود. گاهی آدم با طعنه و تمسخر که سازمان چی؟ سازمان آب، سازمان فاضلاب، سازمان چی؟ هیچ خود نگهبان‌ها و پاسدارهایی که میومدن افراد رو ببرن حالا میگفتن هوادارهای سازمان بیان، یعنی خودشون کلماتی رو به کار میبردن که قبلا کلمات سرموزه‌ترین نیروهای سیاسی مجاهدین داخل زندان بود. بسیار رفتارها محترمانه بود. خب اینها رو بعدا در حالی که اینها رو داشتن به سمت جوخه‌های مرگ میبردن و این نشون میداد که کاملا آموزش دیده و حساب شده داره رفتار میشه و این تش این بود که زندانی چیزی متوجه نشه، زندانی موزش بالا بره که بشه تعداد بیشتری رو کشت. البته این تجربه اوینه، تجربه گوهردشتی یا تجربه دیگری است. به نحوی از آنها زندانی یا فهمیده بود یا گفته میشه برخی مسئولین زندان، حالا بعضی دلسوزی یا هر عامل دیگه‌ای، به زندانی فهمونده بودن که ماجرا ماجرای اعدامه و موضع پایین‌تر اومد و تعداد کمتری کشته شدند. البته در کل کشور حدود 4400 نفر، حدوداً بیش از 4000 نفر کشته شدند و این یک فاجعه ملی است. 4000 نفر در دو ماه، زندانی هایی که 99%شون حکم داشتن، زندانی هایی که حکمشون تمام شده بود و به اصطلاح ملی کش بودن. خب این رفتار نگهبان ها بسیار عجیب بود. من این نقطه چین ها رو کنار هم میذارم، یعنی هیچ عکس العملی، عصبانیتی از این که مثلا مجاهدین حمله کردن ما هیچ خبر نداشتیم. مثلا فروه جاویدانی اتفاق افتاده و حالا اینا در برابر اون حمله، اون مثلا خیانت، اون کشتاری که یا مثلا ضربه‌ای که مجاهدین زدن، حالا در اون یکی سناریو این همیشه با عکس العمل و خشونت همراه بود، با فحاشی و توهین و متهم کردن به خیانت و جنایت و اینا هم، حالا با محترمانه کریم کلمات. نقطه دیگه مریضی حساب شده این که دو ماه اوین قلعه شد، یعنی یک قلعه دربسته، یعنی هیچ نگهبانی، اون نگهبان ها دو ماه بیرون نرفتن، به خانوادهشون سر نزدن، کاملا مدیریت شده و از قبل برنامه‌ریزی شده بود برای اینکه خبر به بیرون منتقل نشود. حالا میگفتن که آقای منتظری میشنید پایه های این ادامه رو ممکنه اون شل بکنه یا جلوش بیسته یا زیادی سر صدا بکنه. اوین قلعه بود، نگهبان هایی که در طول روز سه شیفتش کدوم رفتن و اینم بازم این نقطه ایست که از قبل کاملا برنامه ریزی شده بود. نقطه دیگه سکوتی بود که در فضای حاکم بود. اون موقع ما البته تو جریان نبودیم، ما نه روزنامه می گرفتیم نه رادیو تلویزیون بود، در حالی که در ولی بعدها شنیدیم از خانواده ها و بعدها خوندیم تاریخش رو. عکس برعکس اون سناریو اول که وقتی حکومت مواجه میشد با یه عملیات سعی میکرد یه در رو بکشه، تو روزنامه تبلیغ بکنه، تو تلویزیون بگه، حتی مجازات عمومی بکنه، تو خیابون در ملأ عام اعدام بکنه، حتی صداش در نیومد. یعنی هیچ خشونتی، هیچ عکس العملی تو این رفتار نبود، بیشتر یک نوع تزویر درش دیده میشد و این نشون داده شد که از قبل بود. دلیل و نکته بعدی من سوالاتی است که از بچه‌ها می‌پرسیدن. اگر بحث فروغ جاویدان بود، بس سوال‌هایی که از افراد می‌پرسیدن، دوراهی که عبدالله دوست ماه بعدش من خواهم گفت، سوال در رابطه با عملیات فروغ بود، در حالی که از هیچ چیزی راجع به عملیات فروغ مجاهدین نپرسیدند. این کاملا نشون میده سناریو، سوال‌ها، برنامه‌ها از قبل از این عملیات تدوین شده بود. سوال ها راجع به کلیت سازمان مجاهدین بود. قبول دارین، قبول ندارین، حاضرین باش مقابله بکنین، حاضر نیستین مقابله بکنین. یعنی این سوال ها، این نکات از قبل آماده شده بود. و مهمتر سناریو، عکس العمل سناریوی عکس العمل عملیات فروغ بود. از شهریور، 5 مرداد تا 5 شهریور نیروهای چپ مارکسیست رو بردن تو همین دادگاه ها و باز هم همون تصویر به کار رفت.
یعنی از مارکسیستا نپرسیدن سر موضع سیاسی هستی یا نه، چون مسئله مسئله فتوا و اعدام بود. خیلی مزورانه پرسیدن ما میخوام زندان بنده رو از هم جدا بکنیم، شما راحت تری تو بند نمازخونا بری یا بند نمازخونا بری. یعنی این تزویری که در اون پنج مرداد تا پنج شهریور بود، همون طراحی مزورانه از پنج شهریور تا پنج مهر هم بود. خب یه فرقی که مارکسیست خب ترجیح میده یه بندی بره که مثلا تو ماه رمضان برای سحر از خواب پا نشه، یا در طول روز مجبور نباشه روزه بگیره، یا مجبور نباشه نماز بخونه. خب طبیعیه که در برابر این سوال میشه فرد رو مرتدش کرد. من با فردی هم اتاق بودم بعد از اعدام ها که زرتشتی بود، موضع سیاسی رادیکالی هم داشت، ولی وقتی رفته بود مارکسیست بود. ازش پرسیده بودن تو نماز میخونی؟ گفت نه. تو پدر مادرت هم اینه هستیم، ما زرتشتی بودیم هستیم. یه فرد دیگه بود، مهاجر بود، پدر مادرش از مهاجرانی بودن، از گرجستان شوروی آمده بودن. گفته بودن تو نماز میخونی؟ گفت نه. تو اون پدر مادرت هم نمیخون، حتی یه بار ندیدی بابا مامانت نماز بخونن. یعنی میخواستن یه جوری مرتدش کنن. این کاملا سوالا از قبل طراحی شده، همون تصویری که در اتو مجاهدین به کار میرفت در اتو نیروهای مارکسیست هم به کار میرفت. پس این سناریوی نبود که عکس العمل فروغ باشه. حالا اگه همین پازلا رو بذاریم کنار هم، این سناریو رو در مقابل اون سناریو عکس العملی که هیچ بخشیش به اون سناریو عکس العملی نمیخوند، نه زمانش، نه ادبیاتش، نه برخورد بازجوها و برخورد اون هیئت تصمیم گیری برای اعدام، نه برخورد رسانه ای تو روزنامه ها، و نه اینکه اساسا از مجاهدین اومد رو مارکسیستا. اگه اینو در اون پازل بزرگتری قرار بدیم که سیاست های کلان کشور بود، ما میبینیم در اون ماه ها سه تا حادثه مهم نزدیک به هم اتفاق افتاده. در ماه های نزدیک به هم، پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، اعدام زندانیان و برکناری آقای منتظری. یعنی سه تا اتفاق مهم که کاملا نشون میده در یه جایی این تصمیم گیری شده. در ماه های آخر عمر آقای خمینی که مشخص بود آقای خمینی به سر داره رو به مرگ میره، این تصمیم گیری های کلان شد و این سه تا رخ داد نشون میده که این تصمیم از قبل گرفته شده. همون گونه که تصمیم به برکناری آقای منتظری، تصمیم به این که تا آقای خمینی زنده است قطعنامه باید پذیرفته بشه، اگه آقای خمینی بمیره کسی دیگه در این نظام سیاسی جرأت اینه و جرأت جام زهر بالا کشیدن رو نداره، و تصفیه زندانی‌ها، چون ها فکر میکردن با پذیرش قطعنامه که یه نوع شکست سیاسی بود و با مرگ آقای خمینی فضای کشور ممکنه ملتهب باشه و ملتهب بشه، بعد آقای منتظری که خطر بالقوه است باید کنار گذاشته بشه، باید جنگ به پایان برسه، و باید زندان‌ها که بخش مهمی از نخبگان معترض سیاسی کشور رو در بر میگیره باید صورت مسئلهش پاک بشه. و این جدا از اون به اصطلاح مهندسی جزئی و پازلای کوچک و خردی که کنار هم گذاشتم که بگم این سناریو بوده و از ماها قبل بوده، اینم یک، یعنی اون نگاه میکرویی که گفتم، اینم یه نگاه ماکرویی است، نگاه کلانی است که نشون میده که این تصمیم تصمیمی است که از قبل گرفته شده بود. اما عملیات فروغ مجاهدین یک دستاویز بسیار خوبی در اختیار حکومت گذاشت و شاید هم باعث شد که تعداد اعدام‌ها بالا بره، تشدید بشه، بی‌رحمانه‌تر بشه. یعنی عامل مشدده بود ولی عامل موجز نبود و این تصمیم از قبل گرفته شده بود. این نکته اولی بود که می‌خواستم بگم. نکته دوم این هست که ما با این رخداد چگونه باید برخورد بکنیم. گفتم ما داخل کشور بودیم، هیچگاه این مراسمی در این رابطه یا یادبودی سالگردی گرفته نمی‌شد. در خارج از کشور الان دارم میبینم که در بسیاری از کشورها و سالها و سالهاست، امسال 24مین سالی است که این یادبودها برگزار میشه و به گمان من همونطور که گفتم اینها تکرار خواهد شد. اعدام های شصاف من یه جایی گفتم باید تبدیل به یه هولوکاست ایرانی بشه. از این نظر هولوکاست با مفهوم رخ داده نمیخوام مقایسه و رابطه یک به یک بینش برقرار بکنم، بلکه به عنوان برخوردی که با هولوکاست شد، یعنی تبدیل به یک وجدان جمعی شد برای اینکه دیگه اون خشونت تکرار نشه. حالا ما با این پدیده چند جور میتونیم برخورد کنیم. یه برخورد اینه که بخوام فراموشش کنیم،
بخوایم لاپوشانی بکنیم، بی‌اعتنا ازش بگذریم، که بگم من این امکان پذیر نیست، ولو اینکه بخشی از نخبگان سیاسی چه در درون اصلاح طلبان چه خارج از اونها رو مصلحت سنجی سیاسی بخوان این موضوع رو در واقع به کنار بگذارن. ولی فضای اینجا نشون داد که خانواده های قربانیان حداقل هیچگاه این اجازه رو نخواهند داد. و اگر روزی فضای سیاسی ایران باز بشه، این به عنوان یک موسم ادواری تبدیل خواهد شد. و اگر مثل فضایی که دو قتل های زنجیره‌ای بود، همین که یه مقدار چتر هیمنه امنیتی از روی موضوع برداشته شد، تبدیل به حتی رقابت مطبوعاتی شد. بین من تو ایران فردا بودم، به خوبی به یاد دارم که بین نشریات مختلف، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها رقابت بود که هر کسی یه گوشه ای از این واقعی قتل‌های زنجیره‌ای رو، برخی افرادش رو، برخی پشت صحنه هاش رو بیاد و مطرح بکنه. حتی نشریات زرد هم وارد بحث شدن. خب این خیلی تجسمی قابل تجسم هست که رخداد اعدام‌های 67 ده ها برابر و شاید صدها برابر، هزاران برابر، شاید صدها برابر قتل‌های زنجیره‌ای قربانی داشته. این طبیعتاً به رقابت مطبوعاتی هم تو تبدیل خواهد شد، چه برسد به این که به حال یک آتش دانستن وجود داره. و متاسفانه یک برخورد این بوده که ما روش سکوت بکنیم. من واقعاً برام تأسف‌بار هست که فقط خانواده زندانیان، خانواده قربانیان و فقط کسانی که خودشون در اون دور زندان بودن در این باره حرف میزنن و زدند. و یک کلمه تأکید میکنم، یک کلمه از کسانی که به هر حال در اون دوره تو صحنه، پشت صحنه بودن یا مطلعن یا حتی تو فرایند تصمیم گیریش بودن، تا حالا در این باره صحبتی نکردند. من قبلا گفتم یک بار رئیس زندان اوین در اون دوره آقایی بود به اسم مرتضوی سید روحانی بود. من تو ایران فردا بودم، ناگهان به دیدن من اومد، برای من خیلی شگفت انگیز بود. یک زندانی سابق و یک رئیس زندان سابق در فاصله یک قدمی هم نشسته بودیم. او همه چیز گفت ولی یک کلمه اضافه نکرد به دانسته های من. گفت آقای خمینی جنایتکار نبود ولی جنایتکارها معاصرش کرده بودند. من به صحت و سقم این گزارش کار ندارم، ولی به هر حال اعترافی بود به جنایتی که اتفاق افتاده بود. این جنایت رو یک راهش این هست که بپوشونیم، به نظر من پوشوندنی نیست. یه راه دیگه هم هست و این رو من در خارج کشور گهگاه میبینم، این رو تبدیل به دستاویز رقابت ها و تصفیه حساب های سیاسی بکنیم، عمدتا علیه اصلاح طلب ها یا علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی. این خودش منشأ و مبدأ یک خشونت ادواری جدید خواهد شد، نفرتی که بایستی پاشونده بشه به یک شرایط جدید و یکی از خطرهای آینده ایران هم هست. اما راه دیگری هم هست، روکر دیگری هم هست که ما از این عنوان یه وجدان ملی استفاده بکنیم. در ایران بعد از انقلاب خشونت زیاد به کار رفته، از طرف حکومت و از طرف اپوزیسیون حکومت. ما این خشونت به نظر من اوجش و بالاترین نقطش اعدام‌های 67 است. اما این حرکت‌های سینوسی یک تصویر و یک تابلوی از خشونت رو در مقابل چشم ما می‌ذاره که ما می‌تونیم این تابلو رو نقد کنیم. اعدام‌های 67 اوج این تابلوه، ولی میتواند نقطه ورودی برای تفسیر و تحلیل خشونت پس از انقلاب باشه. و ما این رو تبدیل به یک جمع‌بندی تاریخی، یک وجدان وجودی و درونی بکنیم و ببینیم چی کار باید کرد که آینده ایران عاری از این خشونت ها باشه. این خشونت ها، خشونتگران میتوانند جاشون رو عوض بکنن، بانیان خشونت و عاملان خشونت بعدی بشوند، اتفاقی که پس از انقلاب افتاد. این قابلیت، این قابل تکرار شدن است. چگونه میشه جلوی این تکرار رو گرفت؟ آیا با سخن نگفتن از اون؟ آیا با دعوت به فراموشی قبل از روشن شدن حقیقت؟ من به عنوان یه ناظر که داخل این تنور بودم، داخل این فاجعه بودم، خودم کنجکاوی دانستن حقیقت رو دارم، چه برسد به کسانی که قربانی دادن، بیش از یک نفر، گاهی اوقات خانواده‌ای بیش از 10 نفر از اعضای خانواده‌شون در این فاجعه از بین رفتن و شهید شدن. آیا این حق اولیه اونا نیست که بدونن چی بوده، چرا این اتفاق افتاده و حتی برخیشون گور عزیزانشون رو نمیدونن؟ پس مهمترین
مرهمی که میشه اول بر این زخم گذاشت کشف حقیقت هست و اون وقت هست که میشه دعوت به بخشش کرد، بخششی که حافظ منافع همه ایرانیان برای آینده باشه، بخششی که جلوی چرخه این خشونت رو و جلوی تکرار این خشونت رو بگیره. من اصلا درست نمیدونم نقطه ورود برای انتقام گیری رو، هرچند ما دستگاه نیرسنجی هم نداریم بزنیم که آیا کسی که داره این بحث رو مطرح میکنه خود تصفیه سیاسی با اصلاح طلبها بکنه، که خب به هر حال بخش مهمی از نیروهای سیاسی حاکم اون موقع بودن، آیا یک نفرت کوری در درونش هست که این منفجر خواهد شد؟ اما از یک موضع کلان و ملی ببینیم، آینده ایران آبستن حوادثی است که یکی از نقاط اون اعدام‌های 67 هست. نقاط دیگری هم داره، نقاط بحرانی که برای آینده ایران که میتونه این نقاط تبدیل به فرصت بشه به جای تهدید. بحث اقوام هم یکی از ایناست. کردستان ایران میتونه هم سمبول آشتی ملی باشه، هم میتونه سمبول نوعی خشونت مزمن و نهادینه شده ای که هیچگاه دست از دامنه ملت بر نداره. آیا ما میتوانیم سکوت کنیم بگیم الان وقت این حرفا نیست؟ من فکر میکنم الان وقت این حرف هاست. ما بحث اقوام رو همین حالا قبل از اینکه بستر خشونت آینده آماده بشه باید به نتیجه برسونیم. بحث اعدام ها و بحث خشونت ها و بحث به ویژه اعدام های 67 رو هم همین حالا باید بحث بکنیم. من به دوستان اصلاح طلبی که شاید مطلع هستن بعضیاشون، شاید بعضیاشون موقع در وزارت اطلاعات بودن، جزء تصمیم گیرها بودن یا جزء مطلعین بودن، تو قوه قضاییه بودن، تو دادستانی اون موقع قوه قضاییه بودن، در بخش هایی از مدیریت زندان بودن، توصیه این هست که نترسن و فرار نکنن از باز کردن این بحث. شما تجسم بکنید اگر این بحث مکتوم بمونه، نوعی کتمان حقیقت در یه شرایطی در روزی در آینده، این بحث هیچگاه این پرونده بسته نخواهد شد. روزی این پرونده باز میشه. آیا امروز باز بشه بهتر نیست در یه فضای متفاوتی باز بشه؟ امروز باز بشه به نظر من فرصت جبران اون خطاها هست، یعنی فرصتی است که با کسب اعتبار به خاطر مقاومت، به خاطر جبران اون اشتباهات، به خاطر هزینه‌ای که برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای وطن دوستی همین دوستان کنونی ما میپردازن، میتواند قلم بخششی بر اون خطاها باشه. این آقای حجاریان تو وزارت اطلاعات بوده، ولی وقتی آقای حجاریان اصلاح طلب میشه با گلوله‌ای که میخوره هزینه شاید گذشته‌ای که بخشش خطا هم درش هست رو میپردازه. در اینجاست که وجدان جامعه ما عبور میکنه. ایرانی ها مردم خیلی عاطفی و بخشنده‌ای هستند، اما از طرف دیگه آدم های احساساتی هم هستند. یعنی اگر این کتمان حقیقت ادامه پیدا بکنه و روزی روزگاری معلوم بشه ایکس و ایگریک و زدی در کوران این حوادث بودن، اطلاعاتی دارن، دانسته هایی دارن که تا اون روز کتمانش کردن، فکر میکنم ایرانی ها سخت ببخشند. ولی حالا که فضای بهتری است، حالا که فرصتی است، می شود با صلابت و مقاومت و پرداخت هزینه در راه نجات این کشور، در راه نجات پیام های نخستین انقلاب که به انحراف رفته، در راه پیام های اصلاحات، جنبش سبز و هر جنبشی که در آینده ایران قصدش نجات مردم هست، قصدش دفاع از استقلال، آزادی و عدالت هست، می شود اون خطاها رو پوشاند. ولی راه ورودش در ابتدا گفتن حقیقت هست و به نظر من بهترین فرصت همین حالاست. شاید هزینه هایی هم داشته باشه، شاید بحث های فرعی رو هم باز بکنه که در یک نگاه سطحی نگر و کوتاه مدت نگر بسیار سیاست زده پراگماتیستی حالا بحث های انحرافی باشه، ولی مقایسه کنیم که این بحث که به هیچ وجه نمیشود پروندهش رو بسته نگه داشت، چه موقعی این پرونده نیم باز باشه و آروم آروم خونده بشه بهتره. در این شرایطی که فرصت داریم، در این شرایطی که نگاه دوستانه تری به هم داریم، تا شرایطی که فضای متحولی باشه و دادخواهی به سمت انتقام جویی هم بره، من فکر میکنم این شرایط شرایط بهتری است، نه تنها برای این بحث بلکه برای بحث اقوام، برای بحثهایی در رتبه سیاست خارجی، در رتبه بحثهایی راجع به گروه های سیاسی مختلف.
و می شود این بحث رو، حالا ممکن بعضی تمایلی به بحث در رابطه با اعدام های 67 مستقیما و مستقلا نداشته باشن، اشکالی نداره، یک بحث کلی تری رو به اسم خشونت در ایران پس از انقلاب رو میشه به بحث گذاشت. من اوج این خشونت رو اعدام های 67 میدونم و معتقدم که متهم درجه یک حکومت ها هستند، اما این به هیچ وجه توجیهگر خطاهای گروه های سیاسی و خشونت هایی که اونها ورزیدن و عوامل مشدده این خشونت ها نیست. هر جرمی هم اتفاق میفته یه عوامل مخففه درش حقوقدان ها قائلن، یه عوامل مشدده. شاید گفتن حقیقت جز عوامل مخففه باشه و شاید گفتن همین حقیقت نشون بده که بخشی از این خشونت ها تأثیر داشته یا تأثیر پذیرفته از خشونت ها و اشتباهاتی که گروه های سیاسی کردن. تأثیر پذیرفته البته توجیه نمی کنه، ولی این میتونه الان در یه فضای دوستانه تر و بهتری و با یه فرصت بازتری در یه جوی که کمتر هیجان زده است تا جوی که نشریات زرد هم وارد ماجرا میشن وارد این بحث ها بشیم. اینجاست که میشه بر زخم های هم التیام بذاریم، اینجاست که میشه از منظر منافع ملی آینده ایران نگاه بکنیم. من با یه مثال بحثم رو پایان ببرم. مادر سهراب عرابی گفت اگر شما زندانی ها رو آزاد بکنید من از خون بچه‌ام میگذرم. تنها در این شرایط هست که میشود از خانواده قربانی خواست که گذشت بکنه، ولی دانستن حقیقت اولین حق هر خانواده قربانی داده است. خسته نباشید، موفق باشید.